سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید. من شیرین شمس هستم و این برنامه اختصاص داره به بررسی اوضاع سیاسی ایران و مبارزات سردگونی طلبانه مردم ایران. در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با حمید تقوایی. سلام میکنم به شما حمید تقوایی، خیلی خوش آمدید به برنامه. متشکرم. طبق فراخوانی که داده شده بود که قرار بود از 12 بهمن تا 22 بهمن مردم موج دوم اعتراضات سراسری در سطح خیابان‌ها رو شروع بکنن، ما از دیشب شاهد این موج بودیم. دیشب 12 بهمن مردم در شهر مختلف به خیابان اومدن و همچنین امشب 13 بهمن شب قبلش هم به استقبالش رفتن. بله، سه شب قبلش، در واقع سه روز قبل از 12 بهمن از بندر عباس شروع شد، ولی دیروز چندین شهر به پای این فراخوان اومدن. با توجه به اینکه مامورین سرکوبگر در خیابان‌ها مستقر بودن در شهرهای مختلف، اینترنت وضعیتش بسیار بد و محدود بود، ولی مردم به کار خودشون ادامه دادن. حالا می‌خوایم ببینیم که این شکل از اعتراضات سراسری موج دوم رو چطور میشه ارزیابی کرد. من اول یک نکته رو بگم. به نظر من خب مردم دارن میگن موج دوم، چون بالاخره یک مدت کوتاهی تظاهرات نسبتاً فروکش کرد و دوباره شروع شد، ولی یک استمرار و پیوستگی در این میبینید که به نظر من در کل یک حرکتی از اول دی ماه شروع شد که اولین بروزش خب تظاهرات وسیع بود در بیش از 90 شهر با شعار سرنگونی و شعار اینکه جمهوری اسلامی نمیخوایم. بعد اعتصابات وسعت گرفت، اعتصابات کارگری که هنوز هم هست و هر روز رو به زیاده و با یک کیفیت تازه، یعنی نه فقط کمیت از نظر کمی گسترده بود، بلکه خیلی صریح‌تر، رادیکال‌تر علیه حکومت بود و کارگرها حتی عملاً جای دست دادن به بسا کنترل کارخونه و به اینکه وسایلی از کارخونه رو بفروشن برای اینکه طلب‌هاشون رو دستمزد عقب افتاده‌شون رو پرداخت کنن. یعنی وارد عمل مستقیم شدن کارگرها، یا در سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها و بیانیه‌هاشون خیلی رادیکال و تند به حکومت برخورد کردن و همه اینها نشون دهنده یک فضای جدید بود. به همین خاطر من میگم یک استمراری میبینیم در این قضیه. از اول دی ماه ما با تلیه های یک انقلاب خیلی وسیع روبرو هستیم که سرنگونی و هدف خودش قرار داده و علاوه بر اعتصابات و تظاهرات میبینیم اشکال اعتراضی دیگری با ابتکار مردم شکل میگیره که مهمترینش همین مسئله دختر خیابان انقلاب که امروز بعد دختران خیابان انقلاب بگیم و کم کم دختران و پسران خیابان انقلاب، که این حرکت امروز دیگه جمعی شده. فکر کنم از دیروز تا امروز دیگه تعداد زیادی گفتن تکثیر دختر انقلاب. حالا جالب اینه که از اون شکلی که روسری یا شالشون رو روی چوب بگیرن هم گذر کرد، مثلا بی‌حجابی عملی بی‌حجابی و فراخوان میدن. این داره تبدیل میشه به اینکه عملا زنان حجاب رو کنار بگذارن. این یکی از فراخوان‌هایی بود که ما همون روزهای اول این حرکت داریم که گفتیم زنان رو ما راهنمود میدیم، توصیه میکنیم که بدون حجاب شرکت کنن و عملا این شکل گرفت به بهترین نحوی. الان نه تنها حجاب ها برداشته شده، بلکه اون ویدا که ابتدا این کار رو کرد تبدیل شده به سمبل انقلاب، تبدیل شده به یک آیکون، تبدیل شده به یک نماد انقلاب و با در شعار نویسی رو خیابون ها میبینی گراورش هم با اسپری میزنن، دختری با یک بسا پرچم حجاب در دستش. میخوام بگم اینها اشکال تا یا اعتراضات و تجمعات و تحصن جلوی زندان اوید یا خاص آزادی زندانی سیاسی و غیره و غیره، اینها نشان دهنده این هست که انقلاب اشکال مختلفی به خودش میگیره و فقط تظاهرات نیست. منتها من فکر میکنم این وضعیت منجر خواهد شد به گسترش تظاهرات خیابانی هم و ما با از نظر کمی با تعداد هرچی بیشتری در خیابان ها روبرو خواهیم بود، در کنار اعتصابات که اونها هم گسترده میشه و مجموعه این حرکت های اعتراضی، اعتصابات، تظاهرات، حرکت های ابتکاری مردم کلن رژیم رو از هر طرف محاصره میکنه و به زمینش میزنه. این اتفاقی که خواهد افتاد. بله، الان شما از یک
نکته صحبت میکنید که سوالی هست در واقع یکی از مخاطبینمون برای ما فرستاده بودن از قبل، ولی چون اشاره کردید به گسترش اعتراضات من فکر میکنم که جا داره این سوال رو مطرح بکنیم. یکی از مخاطبینمون از ما سوال کرده که خب این فراخوان داده شد، از 12 بهمن هم مردم قرار بود بیان توی خیابون. بله اومدن توی خیابون، ولی نه به وسعت اون شکلی که در دی ماه اومده بودن. این رو چطور میشه بررسی کرد؟ بعضمون پرسیده بودن که آیا این به این معنا هست که مردم ترسیدن از جمهوری اسلامی و به اون میزان نمیان بیرون؟ این رو میتونیم توی این برنامه بهش پاسخ بدیم؟ به نظرم به هیچ وجه نشان دهنده ترس مردم نیست. به نظرم نشان دهنده این که انقلاب داره عمیق میشه و در اشکال مختلفی اعتراض خودش رو نشون میده. اگر قضیه ترس بود خب ما پدیده مثل دختران انقلاب رو نباید می‌داشتیم. چون دقت کنید بعد از دستگیری ویدا تازه این گسترش پیدا کرد و دستگیری‌های بعدم صورت گرفت. الان 10 نفرشون رو دستگیر کردن و این حرکت نه تنها نخوابیده بلکه گسترش پیدا کرده. من فکر می‌کنم جامعه از مرز ترس و وحشت گذشته، در اشکال مختلفی داره اعتراض میشه و رخ میده. اینکه نفس همین که گفتن این دهه رو شروع می‌کنیم، چون می‌دونید جمهوری اسلامی هر سال این شو دهه فجر رو راه میندازه و جالب اینجاست که مردم دارن میگن قیام بهمن. بله. دهه قیام و این به نحوی یادآور قیام بهمن در سال 57 است. ببینید جمهوری اسلامی دقیقاً برای اینکه اسم قیام رو نیاره، چون در 57 جمهوری اسلامی مخالف حرکت قیام بود، ساخت و پاختاشون رو با آمریکا و با ارتش کرده بودن و میخواستن بی سر و صدا قدرت به اصطلاح دست به دست بشه بدون اینکه ماشینای سرکوب حکومت، ساواک، ارتش دست بخوره. مردم این اجازه ندادن. قیام 21 بهمن پیش اومد و من یادمه در اون روز حکومتی ها همین آخوندها سوار وانتبار و غیره بودن تو محلات میگشتن میگفتن امام فرمان جهاد نداده، برگردید خونتون. و بعدم کوشش کردن که مردم اسلحه رو از دست مردم درارن. به همین خاطر اینا برای اینکه لوس بکنن قضیه رو کردنش دهه فجر، در حالی که در واقع اسم واقعیش قیام مردم هست. الان مردم دارن میگن قیام بهمن. بله. و میگن میخوایم در همین بهمن ما کار حکومت رو یکسره کنیم. این ممکنه بشه، ممکنه چند ماه بیشتر طول بکشه، ولی این عزم جزم مردم نشون میده و اینکه از اون به اصطلاح مناسبات بین جامعه و حکومت، بین مردم و حکومت دیگه اون چیزی نیست که قبل از دی ماه بود. جامعه الان در مرز سرنگونیه، حکومت در مرز سرنگونیه و مردم میدونن این اتفاق میفته. یکی از فاکتورهای مهمی که در صحنه سیاسی ایران عوض شد اعتماد به نفس مردمه و ایمان به اینکه میتونیم این کارو بکنیم، با قدرت خودمون میتونیم این کارو بکنیم. دقت کنید قبلا بحثایی بود مثل رژیم چنج، حرکت آمریکا، نکنه ایران سوریه بشه، امنیتمون چی میشه، از اینها تموم شد. یا صبر کنید استحاله کم به کم تدریجی تغییر میدیم، اینها رو جامعه پشت سر گذاشت. الان نه دیگه خط استحاله، نه رژیم چنج، نه کودتا از بالا، نه حمله نظامی، اینها در چشم انداز جامعه نیست. توده مردم، کارگران و تویدستان و بخش اعظم مردم که 50% فقط زنان که میخوان از این وضعیت رها بشن، اینها ایمان آوردن، اعتماد به نفس پیدا کردن، عزمشون جذب شده که ما میتونیم این حکومت رو بندازیم. و این به نظر من اساس مطلبه. اینکه تظاهرات ممکن در یک دوره افت و خیز کنه، اعتراضات، اعتصابات ممکنه کم و زیاد بشه، اینا همه اتفاق میفته، اینها طبیعی هم هست. به خاطر که انقلاب یک ارتشی نیست که حمله میکنه گردان ها و هنگ ها و غیره طبق نقشه نظامی، انقلاب به همین شکل پیش میره. ولی چیزی که مسلم این که این انقلاب شروع شده و به نظر من تا به زیر کشیدن جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بسیار خوب، اگر موافق باشید چند ویدیو از اعتراض مردم در خیابان‌های شهرهای مختلف به دستمون رسیده، مربوط به شامگاه پنجشنبه 13 بهمن 96 هست. ویدیویی هست از تهران و تبریز، اتاق فرمان هم اشاره میکنن که آماده هست، میبینیم و برمیگردیم. Bəhmən 13 gecə saat 19 saat qabağı da rejimi
muhafızları. بله، قبل از اینکه به نکته بعدی بپردازیم جا داره که من تصحیح بکنم. جمعه و پنجشنبه رو جابجا اعلام کرده بودم. بله، امروز جمعه 13 بهمن 96 بود و اعتراضات از دیروز پنجشنبه 12 بهمن آغاز شده بود. با این حساب حالا بریم گذری داشته باشیم به آنچه که در پنجشنبه 12 بهمن گذشت و فشاری که جمهوری اسلامی روی فعالین گذاشته. ما دیروز شاهد دستگیری هایی بودیم در شهرهای مختلف، یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل تعدادی از فعالین و بازداشت اونها. به علاوه اینکه در چند روز گذشته ما فشاری روی زندانیان سیاسی داشتیم مثل آتنا دائمی و گلرخ ایرایی که با ضرب و شتم منتقلشون کردن به زندان قرچک ورامین، یا سهیل عربی که دست به اعتصاب غذا زده بود در اعتراض به این حرکت به مکان نامعلوم منتقل شده بود، آرش صادقی دست به اعتصاب غذا زده. فشار روی فعالین چه در زندان چه در بیرون زندان داره بیشتر میشه. چطور میشه مقابله کرد با این وضعیتی که الان جمهوری اسلامی پیش گرفته و فکر میکنه که با فشار گذاشتن روی فعالین میتونه جامعه رو مرعوب بکنه؟ اینکه حکومت این کار رو خواهد کرد روشن بود. بالاخره دستگاه آدمکشی جمهوری اسلامی به راه میفته و کار میکنه. منتها بس در اینکه چقدر تاثیر داره. به نظر من همونطور که گفتم جامعه از اون مرز گذشته تأثیری نداره. هر کدوم از این مسئله که گفتید خودش یک موج اعتراضی رو شکل داده و الان خواست آزادی دستگیر شدگان خواست مهمیه که از ابتدا تو جامعه وجود داشته، نه تنها خانواده بلکه توده مردم خواستشون اینه و حرکت‌های وسیع برای این راه افتاده و همینطور هر دستگیری جدیدی که میشه فریلیستشون اعلام میشه، در مدیاهای اجتماعی مردم در موردشون صحبت میکنن، طوفان توییتری را میدازن و غیره و غیره. میخوام بگم این حکومت سعی میکنه، تلاش میکنه، چاره دیگه ای نداره، میخواد مگه با بگیر و ببند این کارو بکنه، ولی در این حال آثار به اصطلاح سقوط رو در چهره همشون میبینید. در این حال الان از نماینده مجلس که امروز صحبت کرده، یک خانومی هست صحبت کرده در مورد اینکه خب دختران انقلاب به خاطر این هستن که به دانشگاه راه پیدا نکردن، در میدانهای ورزشی اجازه ندادید، ارادهشون رو به رسمیت نشناختید، در صحنه سیاسی غایبن. طبیعیه که اینطوره و از ماست که بر ماست، به خود حکومت داره میگه از ماست که بر ماست. یا لاریجانی اومده صحبت کرده باز در این موردی که خب انقدر دستگیری وثیقه چیه میذارید برای آزادی، این همه دستگیری چرا میکنید؟ حتی مهرهای درشت حکومتی دارن به نعل و به میخ صحبت میکنن فعلا. از یک طرف دارن میگن که این گفتمان خامنه‌ای و اون جناح تندروشونه که بله ما اجازه نمیدیم امنیت ملی به خطر افتاده، غیر همین دختران انقلاب به اسم به خطر افتادن امنیت ملی دستگیر کردن، و از اون طرف نماینده دیگه از اصولگرا و اصلاح طلب هر رو دارن میان میگن اعتراض حق مردمه، حالا به شرطی که مثلا مسالمت آمیز باشه، یا جوانا رو چرا دستگیر کردین، یا حتی دارن میگن بی حجابی قانون نیست، اجباری نیست، مردم میتونن. دارن این بسار را میذارن. میخوام بگم از یک طرف اون ماشین سرکوب حکومت داره کارشو میکنه که همه مردم هم میدونستن انتظار داشتن و با این هار تو به خیابون ها ریختن، و ولی از طرف دیگه اون چیزی که جدیده، سرکوب حکومت چیز جدید نیست، ولی اون چیزی که جدیده این که مهر درشتای حکومتی دارن میان از آزادی تجمع، از اینکه حجاب هم زیاد اجباری نیست، از اینکه مردم حق دارن، از اینکه فقط عامل خارجی نیست، اگر مسئله داخلی نباشه عامل خارجی مهم نخواهد بود، تاثیر نخواهد داشت، گفتمان ها این شده و دارن خودشون حتی از چهره ها و
اصطلاح کارشناسان حکومتی که تا حالا فرض کنید خطشون استحاله بوده، امروز دارن میگن که جامعه بلند شده، حق داره، داره اعتراض میکنه و نمیخواد، این حکومت رو نمیخواد، این رو اعتراف کردن. به این معنی من میخوام بگم ما با یک واقعیت دورویه‌ای روبرویم. از یک طرف دستگیری هاست، از یک طرف فشار بر زندانیان هست، تو زندان ها بگیر و ببند هست، و از طرف دیگه اعتراف به عجز و ناتوانی. مردم این دومی میبینن و عزمشون راسختر میشه. به نظر من دیگه نمیتونه بنزن حکومت با اینجور دستگیری ها و سرکوب ها جلو این حرکت مردم رو بگیره. بله خب میتونیم این رو به عنوان یکی از مختصات دوره انقلابی یاد بکنیم که همینطور که شما اشاره کردید، مثلا در مورد دختران خیابان انقلاب، همین در چند روز گذشته تعدادی از مسئولین نظام اومدن و اساسا در اعتراف کردن به فشاری که روی زنان گذاشته بودن دارن از هم شتاب میگیرن، سبقت میگیرن، یکی پس از دیگری در کوتاه اومدن دارن سبقت میگیرن، در کوتاه اومدن میان سبقت میگیرن، میگن که این طغیانی که ما شاهدش هستیم به خاطر فشاری بوده که روی زنان گذاشته شده. مسئله حجاب و خیلی مسئله عادی و پیش پا افتاده و ساده ای جلوه میدن، یا کسای دیگه هستن به نوع دیگه میان میگن که این حرکات بچگانه ای هست. حالا میخوام ببینم که این رو میشه از مختصات دوره انقلابی دونست؟ به نظر اینطور هست، از خصوصیاتی هست. ببینید جامعه حکومت رو به مرگ گرفته، اینا میخوان به تبع رضایت بدن ولی جامعه رضایت نمیده. بله. ولی این همونطور که شما میگید میشه گفت قانون هر انقلابیه که در ماهای آخر عمرش هر حکومت دیکتاتوری شروع میکنه به نوعی نقطه سازش تعریف کردن. حالا من انقدر کوتاه میام شما هم راضی بشید، از این به بعدش دیگه مخل امنیته، دیگه از این به بعد رو قبول نداریم، یا جاسوس هی میگه و هی با این حال عقب میره، هی عقب میره، چون مردم توی نقطه سازش ها نمیستن. انقلاب، این حرکت انقلابی اخیر در همون روز اول یا دو روز اول میشه گفت حرف آخرش رو زد، گفت جمهوری اسلامی باید بره و مردم پایین ایستادن. طبعا اینطوری نیست که جمهوری اسلامی با تمام قدرتش و تمام تبلیغاتش و ماشین سرکوبش میسه و فردا صبح سرنگون میشه. معلومه کوتا میاد، شروع میکنه از این جور مانورا اومدن. ببینید همینایی که این حرفا رو دارن میزنن تا سه ماه پیش میگفتن حجاب اخلاق است، عفت است، ناموس زن است، نمیدونم جامعه ما اسلامی است، این فرهنگ غربی است، براندازی نرم است، از این حرفا میزنن. الان براندازی دیگه نرم نیست، خیلی هم سخته، خیلی هم روشنه، خیلی هم صریح تو خیابونه و اینا دیگه نمیتونن بگن که یک عده‌ای مثل اینکه جاسوسای اسرائیل دارن براندازی نرم میکنن. توده مردم تو خیابون اومدن گفتن شما باید گورتون رو گم کنید، شما باید برید، اصولگرا اصلاح طلب هر دوتون باید برید. مردم اینو گفتن، این پیغام رو همیشه شنیدن، نه تنها حکومت ایران و کل مردم ایران بلکه همه دنیا شنیده که مردم ایران میگن این حکومت باید بره. خب این حکومت چه کار باید بکنه؟ از یه طرف همون ماشین سرکوبش رو راه میندازه که مثلا به خیال خودش رو ایجاد کنه جلوی مردم بگیره، از یه طرف امتیاز میده به خیال خودش، حجاب چیز مهمی نیست، این زنان ایران چون به دانشگاه ندیم و به ورزش نرفتن و غیره و غیره، یا از فارغ التحصیل کارگیریشون نیومده دارن اعتراض میکنن. در این حال میخوام بگن که اعتراض اینا به حکومت اسلامی نیست، این نوع مسائل اگه حل کنیم تموم میشه. من میگم باید منتظر باشین فردا اجازه آواز خوندنم به زنان بدن، حجابم بردارن، بگن در طلاق هم مثل که زن میتونه حق داشته باشه، همه اینا رو کوتاه بیان. ولی فکر کنم یک خاصیت دیگه دوره انقلابی این هست که از هر امتیاز مردم استفاده میکنن، پلی میکنن برای یورش بیشتر، برای تعرض بیشتر. مردم این حکومت رو نمیخوان. دیکتاتوری که در شرایط انقلابی کوتاه میاد، اگر بهش مهلت بدید خودش رو دوباره صفر کنه، انقلاب رو عقب بشونه، شدیدتر از اون به جامعه تازیانی میکشه. این رو همه میدونن و به همین خاطر من فکر نمیکنم که این نوع ترفندها و این نوع به اصطلاح کوتاه اومدنهای آخر عمر بتونه حکومت رو نجات بده. بله. خب با توجه به اینکه ما شاهد گسترش کارزار تکثیر دختران خیابان انقلاب هستیم و نه تنها همونطور که اشاره شد این حرکت سمبولی که شالها رو سریها روی چوب میذارن، الان شاهد یک بیهجابی عملی در کوچه و خیابان ها هستیم. بعد با چه شجاعتی فیلم میگیرن همین زنان و حتی فراخوان میدن به زنهای دیگه که رو سریاتون رو بردارین، ما برداشتیم و رها شدیم. و این تاثیرش
خیلی جالبه روی اقشار مختلف دیگه جامعه. به طور مثال عکسی دیروز منتشر شده بود از یک سربازی که کلاه خودش رو روی چوب گذاشته بود. این هم میشه تعبیری کرد در حمایت از به سربازی اجباری دارم دقیقاً. هم میشه تعبیر اتراز کرد که حمایت از دختران خیابان انقلاب، هم میشه تعبیر کرد که داره به سربازی اجباری و به هر نوع اجباری اعتراض میکنه. این میتونه در اقشار مختلف جامعه هم تکثیر بشه. دقیقاً. ببینید تا اونجایی که به حرکت این زنان شجاع مربوط میشه، از مدت ها قبل گفتیم انقلاب ایران یک خصلت زنانه داره، انقلاب زنانه. و خود شما انقلاب زنانه را تبدیل کردید به یک گفتمان، به یک نهاد، به یک شعار در جامعه ایران. و امروز می‌بینیم داره اتفاق میفته. شاید اون موقع کسی زیادی به این فکر نمی‌کرد، یا حتی مبارزه پیگیری که ما علیه حجاب داشتیم، خیلی ها حتی نیروهای رادیکال چپ میگفتن این فرعی است. بله. اولا اینشون صرفا در چارچوب آزادی پوشش و میگفتن این همه مسائل پایه‌ای‌تری هست، چرا اون این براتون عمده نمیشه. الان مثلا جامعه نشون داده که به درست اون تحلیلی که ما درست داشتیم که حجاب فقط پوشش نیست، حجاب فقط یه روسری یا یک چادر نیست، حجاب یک جزء هویتی حکومت. این حکومت از روز اول با حجاب روی کار اومد و اولین اعتراض علیش اعتراض زنان بود در اولین 8 مارس علیه حجاب اجباری. و ما 3 دهه است این مبارزه رو داریم. امروز زنان دارن عملا حجاب میذارن کنار، به نظرم دارن جمهوری اسلامی میذارن کنار. این فقط آزادی پوشش نیست، اینو اشتباه نکنید. اگر اینطور بود ویدا به سمبل انقلاب تبدیل نمیشد، بلکه به سمبل جنبش زن حداقل برای آزادی پوشش. هیچ که بهش میگن دختر انقلاب. بله. دختر خیابان انقلاب به این معنا که میدونن. ما گفتیم 6 عمر جمهوری اسلامیه مسئله حجاب، و به استعاره گفتیم که عمر جمهوری اسلامی به یک تار موی زنان وابسته است، و دقیقاً این اتفاق داره میفته. من مطمئنم اون روزی که زنان در سراسر ایران حجاب بزنن کنار و بیان به خیابون، دیگه چند هفته بیشتر به آخر عمر حکومت باقی نخواهد بود، به خاطر اینکه کل فلسفه حکومت اسلامی، اخلاقیاتش، قوانینش که تمام قوانینش ضد زن هست، همه اینا زیر سوال میره. زنان با برداشتن حجاب اون وقت حقوق مساوی دیگه ای میخوان در میدانهای ورزشی، حقوق مساوی میخوان در خانواده، در امر ازدواج و طلاق، حضانت فرزندان و غیره و غیره، مسافرت. میدونید که زنان در تمام این جنبه یا حقی ندارن یا نیم مرد حق دارن. اینها باید کنار بره، اینها باید کنار بره، یعنی اسلام باید از حکومت کنار بره، و این یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی. خواهر موافق باشید یک گزارش کوتاه ببینیم از کمپین دختران انقلاب و برگردیم. فکر می‌کنم 1-2 دقیقه دیگه فرصت داشته باشیم، میتونیم نکات دیگه ای رو هم بهش بپردازیم. وایس دارم فیلم میگیرم. امروز 12 بهمن میدان امام حسین رشت، کمپین حمایت از دختران خیابان انقلاب. بله، حدوداً 2 دقیقه به پایان این برنامه فرصت داریم. اگر موافق باشید بریم یه گذری هم داشته باشیم به اعتراضات و اعتصابات کارگری و ببینیم که به چه صورت داره پیش میره. من اشاره کردم مبارزات کارگری خب از قبل هم ادامه داشت. به یک معنا میشه گفت که زمینه‌های این خیزش عمومی رو مبارزات کارگران و معلمان و بازنشستگان که اونها هم بخشی از طبقه کارگران این فراهم کرد. مدت هاست در به خصوص 1-2 سال اخیر بی سابقه بوده تعداد اعتصابات و مبارزات و اعتراضات و تجمعات کارگری در جامعه، و
و همین امروز هم به سرعت در حال گسترشه. بعد از دی ماه و بعد از این خیزش توده‌ای اعتصابات در حال گسترشه. ولی این کاملا از نظر مضمون و از نظر محتوا متفاوت از دوره قبل از دی ماه، به این معنا که مبارزات کارگرها قبلا سعی میکردن کارگران بگن مبارزات ما در چارچوب صنفی مدنی، همه جامعه اینو میگفت، بله. که تو اون توازن قوا بعد اینطوری گفته میشد، ولی وقتی جامعه اومد گفت که تو باید بری دیگه نمیتونه بگه مبارزات من صنفی، یعنی این قالب هم گذاشته کنار، این ملاحظه هم گذاشته کنار. همون موقع مبارزات کارگری فقط صنفی نبود، اول ماه مه سال گذشته از زندان ها کارگران اومدن، رهبران کارگران جنبش معلمان علیه پرونده سازی های امنیتی اطلاعیه دادن و گفتن کسانی که امنیت رو به خطر میندازن مفقرهای حاکمن نه کارگران. این میگفتن صنفی ولی در اون نرم قبل از دی ماه. امسال دیگه اینطور نیست، امسال کارگران میان وسط، در هفته اومدن گفتن یا مطالبتو میدین یا اگه ندادید ما دیگه مطالبه نداریم، هفته پر از شما پس میگیریم. این الان روحیه جدیده، این چشم اندازی که طبقه کارگر داره و مبارزاتشو بر این مبنا داره پیش میبره. وقتی که زیر ضربات انقلاب رژیم تضعیف میشه و اینطور صفوفش به هم میریزه، این به این معناست که کاملا فضا باز میشه برای اینکه مبارزات وسیع‌تر و عمیق‌تر و رادیکال‌تر پیش بیاد، و این رو ما به عینه داریم در جنبش کارگری میبینیم. این حرکت هم شروع شده که کارگران دست میندازن روی کارخونه، میرن مواد اولیه یا وسایل ماشین‌ها آلاتو میفروشن، کارخونه ای که کارفرماش درشو بسته رفته اعلام ورشکستگی هم کرده اونو میرن میفروشن، حقوقای عقب افتادهشون رو برمی‌دارن و بعد میگن ما خودمون کنترل میکنیم و تولید راه میندازیم. این رو بعضیا اینطور میگن که جنبش کارگری داره وارد به اصطلاح کنترل کارخانه ها میشه، تا وقتی سرمایه‌داری هست این ممکن نیست و از این جور فرمولا. ولی این به نظر من یک حرکت تعرضی کارگر است، این اعتراض کارگره، عروج جنبش کارگری، این قیام کارگریه. در دل یک انقلاب این اسلحه‌ای است برای به زیر انداختن جمهوری اسلامی. اینکه آیا کارگران میتونن کارخونه رو کنترل کنن یا غیره، این یک سوالی است آکادمیک، بریم روش بحث کنیم. ولی در دل یک انقلاب این اسلحه‌ای است برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی. کارگران هم اینو میدونن. من فکر میکنم که ستون فقرات این جنبش بالاخره اون چیزی که ضربه نهایی به حکومت خواهد زد، اعتصابات سراسری کارگری خواهد بود و ما این رو تلایه‌هاشو و نمونه های مختلفش از امروز داریم میبینیم، نه فقط سراسری بلکه بسیار رادیکال و بسیار تعرضی از لحاظ خواسته و مضمون اعتصابات. بسیار ممنون از شما که در این برنامه با ما بودید و همچنین شما بینندگان گرامی که ما رو همراهی کردید. از طریق راه‌های تماس که در پایین اسکرین می‌بینید در تمام طول شبانه روز می‌تونید با ما در ارتباط باشید. اگر فرصتی باشه اتاق فرمان به من اشاره بکنن، می‌تونیم یه گذری هم بکنیم به وسعت آتش زدن عکس‌های دیکتاتورها خامنه‌ای و خمینی که این روزها در شهرهای مختلف صورت میگیره. بله، اتاق فرمان آماده کردن، میبینیم و بعد از اون منتظر پیام‌های شما هستیم. همه شما رو به شبها و روزهای خوش میسپاریم.